خوش اومدید به قسمت جدید دراپ. بچه ها، چیپس، تخمه، پفک آماده است. برنامه طولانی رو داریم، حواشی مارکت رپ پدری. میخوایم بررسی کنیم با هم داستان توی توییتی آصف رسولی زد و واکنش های زیادی از سوی رپرها رو ما مشاهده کردیم که الان میخوایم همش رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم چی شده، رپرها چی گفتن، چه اتفاقاتی افتاده. ویدیو طولانیه، پس بهتون پیشنهاد میکنم که پفک، چیپسی، آبی، چایی، تخمه، هرچی دم و دست است برداری و بیاری با خودت. توییتی که آصف رسولی گذاشت به نسل جدید رپ پدری یه جورایی در واقع توهین کرد. بریم با هم ببینیم این توییتو. قبلش شما حتما یادتون نره بچه چنل من سابسکرایب داشته باشید که از حواشی ویدیوها که اومد اولین نفر با خبر بشید وقتی زنگوله رو زدید. حتما هم ویدیو رو لایک بکنید که با لایکاتون میتونید حمایت زیادی از من بکنید. بریم بدون معطلی آقا توییت اول، توییت آصف رسولی رو بخونیم. اصل 4 یا 5 زمانی ثبت میشه که برای مارکت یه کاری کرده باشه. وقتی ویو کارهای آرتیستا هنوز به 1000 تا نرسیده، نمیشه اسمش رو گذاشت نسل فلان. بهتره بهشون گفته بشه نسل جدید، چون شاید 5 سال دیگه برای رپ دری کاری کردن. ببین، من اصلا با کل مجموع صحبتش کاری ندارم. این که بگه آقا بهشون بگی نسل جدید، اسمشون رو مثلا چیز نکنید، ویو ندارن، اوکی، تا یه جایش فکته، ویو ندارن، درست، نسل جدیدن، درست. اما شما بیای بگی برای رپ دری کاری نکردی، برای رپ دری سودی نداشتی، این دیگه میشه توهین دیگه. اینجای کار اشتباه میشه دیگه. شاید 5 سال دیگه برای رپ دری کاری کردن، یعنی تا الان پی سی ال که فعالترین لیبل رپ دریه، هیچ کاری برای رپ دری نکرده. دلیل منطقی رو ببین، دلیل منطقیش اینه که چون ویو ندارن. این دیگه میشه اسید، جمله تبدیل به اسید میشه در واقع اینجا. البته من جایی نشستم الان نیاین بگین الان مثلا فنای مثلا آصف رسولی یا خود آقا آصف بیاد بگه تو که انی نیستی، تو چه گویی میخوری، تو که اصلا رپ دری چرا دنبال میکنی، تو که اصلا حتی افغانستان هم به دنیا نیومدی، اصلا تو رو چه، من اصلا به من ربطی نداره. من به عنوان یک اصلا شنونده، یک نفر که 2 سال هست 3 سال هست رپ دریو دنبال میکنه، دارم میام نظر شخصی خودم رو میگم. به نظر من این جمله یه ذره جمله بندیاش اشکال داره و به شکل توهینه برمیخوره به یکی که آقا کار میده، کارهای جدید میده، کارهای آپدیت میده، کارهای خفن میده، برمیخوره بهشون دیگه، زشته. یعنی فکر کن زرتشت میاد میگه مثلا چه میدونم بچه‌ها بدماش و یه سری که حالا از قبل دارن کار میکنن، میان میگن واو دیکی مین یکی از اون خفناست، واو مثلا رامی سیکس میاد مثلا با پیکی وان توی مصاحبهش میگه واو بچه‌ها مثلا چقدر خفنن، چقدر اینجوریان. شما جای این که بیای بگی آقا ممنونم از شما که دارید کار میکنید، با اینکه حالا اوکی ویو ندارید، دارید زحمت میکشید، میای میگی کاری برای رپ دری نکردی. خب ببین، کار رپ دری که همیشه که یه ماه به یه چیزی آدم نمیرسه، که زمان میبره دیگه، همیشه که آدم سریع به یه چیزی نمیرسونه چیزیو. که مارکت رپ دری مثلا این میمونه بگی آقا الان همه مینالن دیگه، میگن آقا مارکت رپ دری ویورو اصلا حمایت نمیکنن چون ویو نمیخوره. مثلا خود زرتشت هم میگه مثلا بی معرفتی تو ویدیوشو، اگه شما دنبال کنید ویدیو زرتشت، من دنبال میکنم، شما هم دنبال کنید، قطعا اینا رو دیدید، میگه آقا شما بی معرفتی، ویو نداریم، چون ویو نره، چون داره میگه شما ویو نمیدید به ما، ما ویو نداریم به چیزی که زرتشت میخواست نرسیده، پس معنیش اینه برای مارکت رپ دری کاری نکرده باشه دیگه، با خود مخاطبه دیگه. حالا واکنش های رو اومدن رپرها نشون دادن به این توییت آصف رسولی. بریم ما هم ببینیم واکنش ها رو. بچه21
21 کاتانا، یکی از بچه های نسل جدید رپ دری، نسل حالا 4 یا 5 فرقی نمیکنه، یکی از اونایی که داره تلاش میکنه، یکی از اونایی که داره فعالیت میکنه و یکی از اونایی که واقعا کارش خوبه و تاثیرگذار. چی میگه؟ میگه که نمیدونم واقعا این چه داستانیه که داریم. تو هر رشته ای اون کسی که تخصصشو داره نمیاد نظر بده راجبش. بعد اون کونیایی که بغل رپر واسدادن یه اسمی در آوردن میان یه کسی میگم از خودش. شما مادر جنده ها نباشین خیلی از مشکلاتون رو نهارین. خب خیلی دیگه، این دیگه ذره توهین. اصلا کلان توی ایمان کاتانا یکی از اون خیلی عصبانی هارش جواب میده. کلان کون آقا واسه خرج زندگی خود، کون آقا واسه خرج زندگی خودش میره ویدیو یوتیوب میسازه، بعد این کس میگه من واسه رپ دری زحمت کشیدم، این همه سال هیچ گویی نخوردی، الان هم واسه بغل ببین کیا دارن پرچم میکوبن. یکی دیگه هم ادامهش هم بخونیم تو ایوان کاتانا ببینیم چی میگه. میگه که حاضرم رپ دریو از صفر شروع کنم ولی دیگه 4 تا یوتیوبر نیاد صاحب مارکت بشه واسه ما. خب ببین آصف رسولی تا جایی که من میدونم رپر نیست، اگه اشتباه میگم بگید اشتباه میگی. من تا جایی که میدونم رپر نیست، من تعریفم کردم ازش تو ویدیو، اصلا اوکی کاراش باحاله، کارای خوب میسازه، ولی همون میگه آقا تو مثلا داری یوتیوب رو دنبال میکنی، یوتیوبری یا ویدیو مثلا کلیپ میسازی، نباید بیای راجع به رپ دری نظر بدی. این هم میتونه تا یک حدی درست باشه. نظر دادن زمانی درسته، نظر دادن به نظر من زمانی اوکی. آصف رسولی هم حق داره نظر بده، حق خودش، حق شخصی خودش که نظر بده راجع به رپ دری، راجع به مارکت حالا افغانستان حقش نظر بده، اما درست، اما به شکل توهین آمیز نباشه دیگه، به شکل حالا محترمانه بیاد نقد کنه، نه اینکه تو واسه واسه رپ دری کاری نکردی که اصلا حداقل دلیل منطقی، دلیلش هم اینه خود طرف ویو نهره. خب نمیشه دیگه، این نمیشه. بریم استوری بچهای بعدی ببینیم. بنکو استوری زد، ام سیگان استوری زد، دیکی استوری، همه استوری زد بچا. بریم ببینیم استوری ایتون استوری زد، ببینیم بچا استوریاشون همه رو. تاسمانی بچه‌ها یکی از پرودوسرای خفن مارکت دری اومد استوری زد، میگه که تو حواست به خودت باشه، نیازی نیست دیگه خط بدی، جمع کن گوزوکونه تو، اگه نمیتونی که جمعش کنیم. وازلین. آصف رسولی هم منشن کرد، استوریش ادامه داشته. بریم بیا پایین، سر ما درد گرفت. اوکی استوری امیر ایتون رو ببینیم بچه ها که چه استوری گذاشته. میگه که بهش بگید ویوهای ما به 1000 تا رسیده، MP3ش هم رسیده. میگه اگه توی اسپاتیفای بری پلیلیست مثلا رپ دری رو نگاه بکنی، مخاطبین روی پلتفرم ها اینا هستن، سبکای جدید موزیک تمام کارو که پخش میشه از پرودوسر تا گرافیک دیزاینر توسط بچهای دری انجام میشه. میگه تو اون پلیلیست رو که ببینی همه اینجوریه، بچهای پخش کردن هفته یک بار تا دو بار موزیک تو مارکت. میگه نمیفهم دیگه برای چی بگم، همینی که من گفتم هفته، میگم پرکارترینن واقعا بچهای پی سی ال، واقعا پرکارترینن. میگه دیگه نمیدونم به چی بگم. میگه ما تو 8 ما داریم اینجوری کار میکنیم، تو بیا بگو که تو 10 سال چی کار کردی تو این 10 سال. استوری بعدی رو بریم ببینیم، استوری ها رو میبینیم بعدن کامل صحبت میکنم راجبش. بچه ها لی راجی هم استوری زد، بهش گفت ترک کاتانا بود اسم ترکش، آها آتلانتا بود، ببخشید کاتانا چی، آتلانتا. میگه دو دفعه گوش بده این آهنگو، خیلی هم وحشی بود ترکش، فوش پوش و اینام داشت، بد و بیرا هم داشت. یه استوری دیگه هم از بچه ها از بنکو ها، اونم با هم دیگه ببینیم که کلا تمام بچهای پی سی ال اینو ریستوری کردن، همشون ریستوری کردن، با هم ببینیم اینا. اول که تو 10 سال اینجایی چیکار کردی، دوم نصف آرتیستای به قول خودت نسل قدیم هم بگو بیان صوتی پخش کنن مثل همه جای دیگه دنیا، ببینیم چه قویو میگیرن. کونت سوخته کارگردان های جدید اومده کاسه کونت و کازه کوزت و نوشته کاسه کونت و جمع کرده برای ما یوتیوبر شدی گوشا، آه کازه کوزت و جمع کردی برای ما یوتیوبر شدی، کونت سوخته مثلا کارگردان جدید اومده، همسال تو مثلا انگلی هستن که از رپ دری چیزی در نمیارن و خود فقط قاطی میکنن وسط، کیان تو نسبندی اینجا رپ فارسی نیست. آفرین، آره کاملا درسته، کاملا درسته، اصلا نسبندی مهم نیست. حالا اینو میخونم. حالا آصف رسولی میاد واکنش نشون میده، آصف رسولی میاد واکنش نشون میده و دیلیتش میکنه بعد یه تایم کوتاهی. بچه ها استوریو دیلیت میکنه، اما به هر حال
حسام وایرس کانتنت کریئتوریه که حواسش به همه چی هست. وقتی من دارم قرار حواشی بسازم، ویدیو حواشی، باید ایسه خوب تحویل مخاطبان بدم دیگه. پس من حواسم بود و اسکرین شات گرفتم و اینجا ثبت میکنیم. آصف رسولی اومد چیکار کرد؟ نوشت که بچه جون شما برو از بزرگترت بپرس آصف رسولی غیر از کلیپ سازی چه کارهایی برای پدری کرده. بهت میگن این خاله زنک بازیاتونم بذارید برای خودتون، من انقدر وقت ندارم به شما بپردازم. کسی هم بهم نخ نمیده، من اونیم که به بقیه نخ میدم. حالا یه توییت دیگه هم از آصف رسولی بخونیم. شانس ما رو ببین، رپ فارس با هم یه بیف ریز پیدا میکنن، یکی میاد از طرف سرتر میزنه، یه رقابت خفن اوکی میکنه، یعنی یه طرف سرتر میاد از اونی که حالا یه تیکه انداختم. برای ما یکی استوری گذاشته که بجز داداشش و کاسب محلش هیچ کس دیگه نمیشناستش. همین منظورش به بچه های حالا نسل جدید دیگه بنکو اینا. حالا بنکو میاد اینجا دوباره یه واکنش نشون میده و بعد این استوری که آصف رسولی زد که آقا هیچکی مثلا اینا اومدن واکنش نشون دادن، یهو بچهای گنده رپدری هم میان دیگه. حالا بخونیم بنکوها توی چنل پی سی ال توی تلگرام چی گذاشت. نوش آصف مگه تو رپری کسی تو رو دیس کنه؟ توی کلیپ سازی که بزرگترین کارات هم با مرتضی تندر بوده. نمیشناسم مرتضی تندر رو، هیچ کاری ازش نشینم تا به حال. اینجا دیگه اوضاع خیت میشه بچه‌ها. تاسمانی که اومد، امیر اومد، یکی از گندهای رپدری، MC گان اومد، یکی از خفنای رپدری. بریم امیرم که تازگی آلبوم دادن هم که میدونید چقدر سخته. بریم استوریای امیر رو با هم دیگه ببینیم بچه‌ها، ببینیم راجع به آصف رسولی و این حواشی اخیر چی گفته. از صبح تا باز دارم فکر میکنم که چی رقم یک آدم ها میتونم به خاطر گپ ناب خود مجبور کنه یک دو نفر طرفشان سر کنم. اگر وقت نباید من سری آدم بگم مرفی شده زمین نمیمونم که یک دو ساله یک نفر بیای بگه چقدر راست گفتی بشر. اگر حساب کنی آرتیست هایی که 15 سال پیش شروع کردن و نسل یک، اگه حساب کنی 8 سال پیش شروع کردن مثل ما که نسل دو میشه، اگه 2-3 سال شروع کردن نسل سه میشه، 4-5 هیچ نرسیده، هیچ توی خبر نداری از رپی داری. اول که آرتیست ها وقت خود را خواندن، هزینه خود را کردن، زحمت خود را کشیدن، ایده گردن آرتیست نیسته که ویو 1000 تا میخورن. آفرین مخاطب درست داره میگه دیگه، داره درست میگه. ربطی ویو نهره، تو نمیتونی یکی بگی چون ویو نهری پس زحمتی نکشیدی برای رپ پدری. دور از جان یگان تا مخاطب که از دل و جان حمایت میکنن آرتیست داره، هستن آدم هایی که هنوز در قزل گیرن، در امزایر، در شرافت پرمانی خمارو گیرن، میفهمی بچه باشه. در مورد نسل رپ پدری فقط نظر خودم، باز میتونی دوستان نظر خودتان رو بگیم. در مورد احمد زاهیر و شرافت فرمانی من هم میگم این چیزا بد است، من خودم بیشتر وقتا گوش میدم، مگر آدم باید آپدیت شوه کل دو. ببین به نظرم حالا میگم آره مثلا بچه های نسل جدید کلا کارشون آپدیت دیگه، به اون سمتی که مارکت جهانی حرکت میکنه حرکت میکنن. یه چیزی بگم اصلا، ببین نسل بندی مهم نیست، اون حرفه مهمه که آقا میگی زحمت نکشیده برای رپدری، کاری نکرده برای رپدری، این آدمو میسوزونه دیگه. حالا من که جای بچه‌ها نیستم، دارن کار میکنن، زحمت میکشن، هفته یه دونه ترک میدن، آلبوم میبندن، ولی میگم کلا اصلا زور داره این حرف، ناراحت کننده است این حرف. وقتی آقا یک مثلا به قول معروف کلیپ ساز، کارگردان، مثلا آدم بزرگی حالا توی رپدری میاد این حرفو میزنه، دیگه چه انتظاری مثلا از مخاطبه میره؟ مثلا من هم میگم این چیزا بد است، من خودم بیشتر وقتا گوش میدم، مگر آدم باید آپدیت شوه کل دنیا خودم میتکنن در رب ما میایم در سر کله یک دیگه خود بزنیم تو نمیتونی. باز یک آدم بیایی که پر بزنه که بیایی چنل خودش یک 2000 از یک تا 10000 حداقل رسیده باشه، باز میمونم خودی تام بدونیم برین سایل کنیم ببینیم چی یک بشر چی یک گفت بینام زاده ای. آمیگه آصف رسولی مثلا ویوهای چنلش همه کلن به 10000 نرسیده، مثلا هر چند ویو داره مثلا با مصاحبه با رپر و این داستان است. مخاطب نمیتونه درک کنه گردشاری را که خود دیدید زدی بشر، مخاطب نمیتونه درک کنه ترک هایی که PCL بده برون وای بشه بگیره، مخاطب نمیتونه دارگی خلص لا را بگیره. این مخاطب هم مشکل داره، نمیفهم چرا دم بگویم برای دام بگم دست آرتیست نسته. دمش کرد حمایت از بچه PCL کرد، دمش کرد نازم بخاطر از این دیده شد. فکرت
گرفته است. نمیفهم مصاحبه هایی که کده آرتیست هایی دری گرفتی، کده چالش هایی که دختر خانوم ها را آوردی، دیده نشدی، نرسیدی در پیسه. بیا مرد و مردانه بگو من نرسیدم، بیا مرد و مردانه بگو من گوه خود کدم. ما کل میگه تو مثلا دو تا دختر آوردی بخو، من نمیدونم واقعا اینو داستانشو فکر میکنم. حالا ویدیو مثلا با خانوم میگه گذاشتی، این کار کردی، مصاحبه گذاشتی، ولی بازم دیده نشدی. مثلا مصرفی سر ما بچه خوش بیا که یک رقم یک کار میکنم در خانه جان دقیقی شیر بشوی، ولی این کپارو نزم. زحمت یک دو تا آرتیستی که با من دارن زحمت میکشن وقت میذاره که این کپای نام خود از پین نبر. در ابتدایی تو خواهی چه کاری نکردی، فقط جز از این مصاحبه ها و دو گپ ها دیگه یک چیزی نرسید. نزنی گپ ها اگه میزنی درست بزن، یک چیزی بگو که انتقاد پذیر باشه. ببین میگه نزنی این حرف رو، یا اگه میزنی حداقل درست بزن دیگه، درستش رو بگو. منم حرفم همین بود. باز من خوب وقت خدا نمیمونم برات، مگم یک دو تا از دوستا که اومدن مصاحبه کردن که دیده رفتم دیدم سوالای کثیف میپرسی. قشنگ میفهم آدم که چرا قدر تو بالا آشی هستی، چرا قدر تو بالا کثیف کاری هستی. میگه سوالای کثیف میپرسی. من ویدیوهای آصف رسولی تو ویدیو قبلی هم گفتم مصاحبهاشو دنبال میکنم که حداقل اطلاعاتم بره بالا به نسبت حالا چیزایی که نمیدونم این داستانا. مثلا توی مصاحبه با افراز راجع به فیت فدایی و مصطفی میری مثلا سوال پرسیده بود که حالا شاید باعث حواشی بشه دیگه، میگه سوالای کثیف میپرسی. یا مثلا از سومی پرسیده بود که آقا چرا مثلا رفشیز به هم خورد، رسمی به هم خورد، یا مثلا بین دو تا از بچه‌ای که باشون هم گروه بود مثلا بین اونا داشت سوال میپرسید حالا کی بهتره، چه جوری داستانه با لوی مثلا داستانی داشت. این میدونه یه سری سوالای مثلا میپرسید که واسه همین داره میگه که آقا سوالات کثیف میپرسی، حواشیدار و حاشیه‌دار و اینا میپرسی. یه گوه کنی در یک جایی بیرون گوه کنی دیگه دو بار چیز دیگه این نیستی. باز میمانو ویدیوی بعد خودتان سر کنم بیا خودتان سر. اما اینم هست. خب اگه مثلا آصف رسولی اینقدر بده، خب چرا رپرها میرن مصاحبه میکنن؟ مثلا چرا مصطفی میری مصاحبه کرده؟ چرا میگم من یه طرفه به قاضی نمیرم بچه ها، همیشه تو همه ویدیوهام هم گفتم که سعی میکنم دو طرفه قضاوت کنم، چون یه طرفه به قاضی رفتن کلا اشتباس، اینکه ساید بستن کلا اشتباس. میگم اگه خلا مثلا خیلی هم آدم مثلا تو رپ داری مثلا آدم مهمی نیست، کلا کسی نمیشن، چرا رپرها میون باهاش مصاحبه میکنن؟ مثلا این هم میشه دیگه، مثلا مصطفی میری، افراز، زرتوش، همه گنده های مثلا رپ دری میان مصاحبه کردن باش. مثلا میدونی چی میگم؟ نمیدونم شاید هم مثلا برای مصاحبه پولی رد و بدل میشه، نمیدونم مثلا چی جوریه. چی رقم منطقه دوفته که چی رقم بیا به نام زدی؟ این حالا پیجشو گذاشته دیگه. خب اینم استوری امیر. حالا استوری MC اومد، MC گان اومد استوریش بچه ها. وای ببینیم استوری MC گان هم ببینیم بچه ها با هم ببینیم چی میگه. میگه که کاسه کوزه تون جمعه بزودی بزودی نشان میدم چند چندیم. یه مشت شی فروش کو فروش تشنه توجه ریدید به رپ دری، ریدم تو خودتون و بیفای فیکتون. کیو میداره میگه آجی بیف کیو؟ فکر کنم آجی یه دیسپیس بخواد بده امسیگان به یکی دیسپیس میده احتمالا. آجی بیفای فیک فکر کنم مهاجم مثلا عبام نمیدونم آجی. اوکی استوری بعدی میگه توی کونی هم که میدونی خودت کی هستی، احترام گذاشتی احترام پس میگیری، فرق نمیکنه نست ده باشی یا یه گو اضافی بخوری. از همین سویت شروع میکنم تا اون آخر کلتونو میکنمتون. یعنی دیگه ساکت بودم بسه. به هر حالا کون فروشی نمیدونم کون فروشی احترام گذاشتیم سرش گیج رفت، ولی تر دیگه میگه دیگه کلید کونتون رو گم کردین دیگه. با هر کی مثلا خوب بودیم واکنش نشون ندیم. میگه از همین سویت شروع میکنم، فکر کنم میخواد یه دیس بده از بچه‌هایی که حالا رپرایی که تو سویت هستن، تا ایران، تا آلمان، تا هلند، همه رو فکر کنم یه دیسال بخواد بده امسیگانجی. فکر میکنم به پایان استوریا رسیدیم. راهول بچه راهول فکر میکنم یه تیکه به افغان دکس انداخت. یه استوری زد، استوریشو با هم بخونیم. میگه که با ویدیوها و پارت های بیشتر به جز این که تلاش های خودت
توجهی نصیبت نمیشه، فقط خودت یک چنل رفاقت، آها میگه فقط انگار یک چنل رفاقتی داری، راه بهتری برای اثبات معرفتتون است. میدید چرا من میگم افغان دکس ممکنه گفته باشه؟ چون بچه های هیپ هاپ دری که من پیج چنل تلگرامشون رو گذاشتم توی دو تا پارت قبلی ویدیوها، میتونید برید از اونجا ببینید، چنل خیلی خوبی هم از تو تلگرام، اونجا این استوری رو پیدا کردم. راستش من خودم اصلا ندیدم راهول که یه استوری زد اینو، اونجا دیدم. اما بذار بگم چرا حس میکنیم افغان دکسه؟ حالا چون ساید داره، چون چنلیه که ساید داره. میگم ساید بستن کلن اشتباه است. الان من ام سیگان داده شمه باش با صاحبی که هم باش حرف زدم، خیلی باله، خیلی با سنامونم خیلی نزدیک هم دیگه است، خیلی عمل میکنم باش. اما میگم یه طرفه قضاوت نمیکنم، ساید نمیبندم، هر اتفاقی بیفته من بگم طرف ام سیگانم مثلا، بچهای رسمی طرف اون، اینجوری نه. واسه همین میگم افخوندکس، چون کلا طرف علی ای تی اچ، میدونی کلا با اون ساید، کلا ساید بسته، راهول هم اومده واکنششون داده، شاید احتمال میدم به اون داده باشه. اما به ته خط رسیدیم بچه‌ها، به ته خط این قسمت از حواشی های مرکز رپ دهی رسیدیم. و میگم من حیث المجموع هر کسی به نوبه خودش داره یه زحمتی میکشه، حتی کوچیک هم باشه داره زحمت میکشه. طرز بیانه که مهمه، نوع صحبت است که مهمه، کلماتی که انتخاب میکنی برای گویش مهمه، پس اینا مهمه. اصلا مهم نیست تو بگو آقا آصف رسولی مثلا هیچ کاری نکرده در رپ دری، چرا باش پس مصاحبه میشه؟ تناقض اینجا دیده میشه. اما حق اینجا ترازو بیشتر به طرف بچهای پی سی ال و بچهای کلا نسل جدید که دارن کار میدن زحمت میکشن بود، چون طرز بیان آصف رسولی اشتباه بود. این نقدیه که با آصف رسولی ما میکنیم، کلا بد اومد صحبت کرد، هیچ کاری نکردی، کاری نمیکنی، رپ دری ویو نری، چون سخته تو مارکت، سختی بچه دارن کار میدن، خیلی انگیزه میخواد تو مارکت رپ دری کار کردن دیگه، من یه انقدر یه چوسه که حالیمه دیگه، خیلی زحمت و تلاش میخواد. تو با این حرفی که میزنی انگیزه طرفو به گام میدی، اصلا ناراحت میشه طرف، یاجی چی میگه این؟ حالا فکر کن طرف مثلا میگفت آقا آصف رسولی من بهش احترام دارم، احترام میذارم بهش، یهو میاد اینو میبینه خویه میکنه دیگه، میگه آقا طرف من میشناسمش، مثلا باش کار کردم، باش مصاحبه کردم، یهو اومده به من گفت چه گفته خونه. اینجوری داستان اینه، اینجوری بچ. دمتون گرم، مرسی تو اینجا همراه من بودید، واقعا حواشی رو خیلی دوست داری، منم تلاش میکنم که بهترین ویدیوها رو براتون بسازم، تمام حواشی و تمام اتفاقی که میفته رو پوشش بدیم. دمتون گرم دیگه، عشقید. یادتون نره چنل سابسکرایب بکنید بچهای پی سی ال، حتما حتما حمایت بکنید، عشقید. تا بعد.